اگر میخوای راجع به مسمومیت ها و انواعش بدونی تو این کلیپ با من همراه باش. دوست عزیز، من توی کلیپ قبلی در رابطه با کنترل سعی سالن مرغداری یک سری نکات رو باید به اشتراک گذاشتم. توی این کلیپ میخوام در رابطه با انواع مسمومیت ها یک سری نکات رو با هم بررسی کنیم. مسمومیت خودی، این عارضه معمولاً به علت جذب مواد زائر حاصل از متابولیسم حاصل میشه. این موارد معمولاً در روده ها جذب میشه. مبتلیان اشتهای خود را از دست داده، آب زیادی مصرف میکنن، ضعف و بیحالی و بالاخره علائم عصبی مشخصی که نمودار مسمومیت است ظاهر شده و به مرگ منجر میشه. سموم میکروبی، تنها میکروبی که ممکنه باعث مسمومیت در طیور بشه میکروب بوتولیسم است. با این همه هیچ گونه جراحت مخصوصی را به وجود نمیاره و تشخیص همواره باید به کمک جستجو و عامل مولد سم ایجاد بشه. قارچ‌ها و کپک‌ها، این عوامل بیشتر باعث آلودگی دانه‌های غلات و غذاهای ریشه‌ای شده و سمومی تولید می‌نماید که برای حیوانات زیان‌آور است. ناراحتی‌های حاصل از مصرف اغذیه کپک زده همواره به طور تدریجی و پس از ادامه مصرف ظاهر میشه. آفلاتوکسین سمی است که بر اثر فعالیت قارچ ریزبینی به نام فلافس حاصل می‌شود. آفلاتوکسین از نظر مسمومیت از قوی ترین باکتری هاست و مسمومیت حاصل از آن برای دام به ویژه طیور و حتی انسان بسیار خطرناک است. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودی. خوشحال میشم نظراتت رو برای من کامنت بذاری، پست های ما لایک کنی و هر کسی که میدونی در این زمینه فعالیت داره پست های ما رو براش شیر کنی.